دانش آموزان عزیز سلام در این قسمت قصد دارم که در مورد بخش پرنانسیشن تلفظ با همدیگه صحبت کنیم عنوانی که این قسمت داریم بحث اینتونیشن یا آهنگ جملات هست آهنگ جملات در انگلیسی به دو نوع تقسیم میشه گاهی اوقات آهنگ ها خیزان هستند و گاهی اوقات افتان آهنگ افتان رو در انگلیسی میگن فالینگ و آهنگ خیزان رو میگن رایزینگ آهنگ افتان یعنی این که صدای ما در انتهای جمله به سمت پایین میاد و کم میشه و خیزان یا رایزینگ یعنی اینکه که صدای ما زیاد میشه ما در دو بخش از آهنگ افتان استفاده میکنیم یکی در استیتمنت یا عبارات خبری مثبت و منفی و یکی در WH question سوالات WH و آهنگ خیزان رو هم در سوالات yes no یا بلی خیر استفاده می کنیم که بخش اول یعنی آهنگ افتان مربوط به درس یک هستش و آهنگ خیزان مربوط به درس دو که در این قسمت من هر دوش رو با همدیگه بررسی می کنم به مثال های کتاب دقت کنید Where are you going to go? I am going to go to BAM جمله اولی چون سال WH هست آهنگش افتانه و جوابش هم چون عبارت خبری مثبت هست مجدد آهنگش افتان هستش قصد دارین که کجا برین؟ من قصد دارم که به بم برم. Number two. What does your brother do? He works in a zoo. He loves animals. مجدد سال اولی WH هست پس آهنگش افتانه و جواب همچون عبارت های خبری مثبت هستن آهنگشون افتان هست. برادرت کجا کار میکنه؟ او در یک باقه وحش کار میکنه و حیوانات رو دوست داره. Dr. James will buy a new laptop. His old laptop doesn't work. در این قسم عبارت های خبری هستند. جمله اول عبارت خبری مثبت و جمله دوم عبارت خبری منفی و هر دوی آنها آهنگ افتان دارند. دکتر جیمز میخواد یه تاپ جدید بخره. تاپ قدیمیش خراب شده. We will go on a school trip tomorrow. The students will visit a museum. مجدد چون هر دو جمله جمله خبری هستند آهنگشون افتان هست ما قصد داریم که به یک اردوی مدرسه ای بریم فردا و دانش آموزان از موزه بازدید خواهند کرد. در ادامه از شما خواسته که listen and find where the sentences end. متن رو گوش بدین و ببینین که جملات کجا تموم میشن. Do this by putting a period. این کار رو انجام بدین با قرار دادن یک نقطه and or capitalizing words و حرف اول هر جمله را هم به صورت بزرگ بنویسین با هم دیگه متن میخونیم My name is Jim اسم من جیم هست خب این قسمت جمله کامل میشه پس نقطه میذاریم I am a zookeeper من یک نگهبان باغ وحش هستم مجدد اینجا نقطه میذاریم و در رو هم با تی بزرگ می There are many animals in our zoo حیوانات زیادی در باغ وحش ما وجود دارند We have big and small animals like birds and giraffes. ما حیوانات بزرگ و کوچک داریم از قبیل پرندگان و زرافه ها. اینجا مجدد نقطه میذاریم. کلمه بعدی رو حرف اولش رو بزرگ می نویسیم. We have wild and farm animals. ما حیوانات وحشی و اهلی داریم. مجدد نقطه میذاریم اینجا. آی چون همیشه بزرگ هست دیگه نیاز به تغییر نداره. I like wild animals. من حیوانات وحشی رو دوست دارم. نقطه میذاره مجدد. We have two lions and a leopard here. ما اینجا دو تا شیر داریم و یک پلنگ. نقطه میذاریم. We don't have any sea animals now. ما الان حیوان دریایی نداریم. مجدد نقطه میذاریم. We will have some next year. ما سال آینده چند تا خواهیم داشت. مجدد نقطه میذاریم و وی رو به حرف بزرگ می We are making new buildings for them. ما ساختمون های جدیدی برایشون می سازیم. اینجا مجدد نقطه می زاریم. بعد از them و we رو به حرف بزرگ می نویسیم. I think the visitors are going to love them. من فکر می کنم که بازدید کننده ها آنها را دوست خواهند داشت. مجددا انتهای جمله نقطه می زاریم. در ادامه مثال های صفحه 60 و 61 رو با هم دیگه بررسی می کنیم. Is this your new car? Was the book interesting? Is this problem easier than that one? Are they the most expensive houses in this city? آیا این ماشین جدیده؟ آیا کتاب جالب بود؟ آیا این مسئله راحت تر از اون مسئله است؟ و آیا آنها گرانترین خانه ها در این شهر هستند؟ در قسمت آخری صفحه 61 از شما خواسته که listen to the conversation and draw downward or upward arrows به مکالمه زیر گوش بدین و درال یعنی کشیدن downward یعنی به سمت پایین و upward یعنی به سمت بالا ارو هم به معنی فلش هستش فلش هایی به سمت بالا و پایین بکشین تو identify که شناسایی کنید یا مشخص کنید فالینگ and رایزینگ intonation آهنگ افتان و خیزان رو خب مثالش رو با هم دیگه میخونیم I heard you traveled abroad this summer من شنیدم که تو این تابستان به خارج سفر کردی. این جمله چون خبری هست و آخرش نقطه است، ما فلش به سمت پایین میذاریم یعنی آهنگش افتان هست. هر وقت دیدین که جمله ای آخرش نقطه داره، اون جمله آهنگش افتان هست. Is it true؟ آیا درسته؟ این چون سوال yes no هست، آهنگش خیزانه. Yes، افتان. I went to Japan. من رفتم به ژاپن. Falling intonation. I was there for two weeks. من دو هفته اونجا بودم. It has falling intonation. How was your trip? مسافرت چجوری بود؟ این چون سوال WH هست. مجدد آهنگش افتانه. It was very interesting. خیلی جالب بود. Falling intonation. The country was very clean and the people were very polite. کشورش خیلی تمیز بود و مردمش خیلی معدب بودند. Falling intonation. What about food? قضاش چجوری بود؟ Falling intonation. I ate seafood. من قضای دریایی خوردم. Falling intonation. Japanese people make delicious food with fish. ژاپنی ها غذاهای خوشمزه‌ای درست می‌کنند با ماهی. Falling intonation. Do you like to go there again? این سوال چون سوال yes no هستش، آهنگش خیزانه. Rising intonation. Yes, of course. بله البته. Falling. But I like to stay there longer and visit different places. اما دوست دارم اونجا بمونم به مدت طولانی تری و مکانهای مختلف رو ببینم. This is falling intonation. Okay, thanks for watching. Goodbye, have a nice time.